الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم خدمة همية خوهران ببرادران عزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خداوند قادر و منان را متشکر و سپاس کزاریم. از اینکه به ما توفیق و عنایت فرمود تا بار دیگر لحظاتی را در خدمت شما سروران عزیز قرار داشته باشیم و در سلسله درسهای آنچه که هر مسلمان باید بداند یکی دیگر از جمله مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند طریقه دعا کردن و یا آداب و شروطی دعا کردن است چقدر قضیه بسیار مهم است بسیار از ما شکوه و شکایت دارند که دعاهای من قبول نمی شود دعاهای من رد می شود یا چرا دیر دعای من استجاب می شود ما طریقش را هنوز ندانستیم هر چیز در اسلام یک طریقه و یک شیبه دارد اولین شرط دعا کردن اخلاص هست با کاملا قلب خالی از غیر الله نیتت کامل به خاطر الله باشه خالص به رضای الله دعا بکنید از الله بخواید الله قبول میکنه دعایی که درش اخلاص نباشد خداوند او را قبول نمیکنه یا اگر قبول بکنه شاید بسیار با مشکل یک دومین شرط دعا یا آداب دعا کردن شروع کردن دعا با حمد و سنا و ستایش و درود بر رحمت للعالمین سید المرسلین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین پیامبر محبوبی من صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر دعایی که اولش با حمد و سنا و ستایش الله باشد شروع شود و اخیرش درود بر رحمت للعالمین ان شاء الله که این دعا قبول می شود این دومین آداب دعا که ما همه من در دعاهای من میگیم الحمد الحمدلله رب العالمین و والسلام تا آخر یا در اخیر دعای من میگید و صلی الله علی رسوله محمد و علی آله و اصحابش منظور همین یعنی در اول دعا حمد و ثنای خداوند در اخیر دعا درود بر پیامبر محبوب من صلی الله علیه و سلم سبب من آداب دعا جدیت در دعا و یقین داشتن بر این که دعا قبول می شود صد فی صد چرا؟ دعایی که بیرون از قلب باشد دعایی که درش خواهش جدی نباشد دعایی که با حالتی غیر خواستی انجام بشود این دعا به درد انسان نمی هر وقت از الله چیزی رو با کاملاً جدیت و تمام قاطعیت یا الله تبارک و تعالی همین چیز را برایم عنایت کن اگر خیر و خوبی هم درش هست اما نگو که یا الله اگر میخواهی بدی نمیخواهی ندی این حتی گناه هم هست یعنی معنایش این است که تو از الله بی نیاز استی هیچ نیازی نداری اگر الله داد داد نداد نداد نه همیشه وقت دعا میکنید با جدیت از الله تبارک و تعالی بخواید. چارم شروط دعا بیا آداب دعا یقین داشتن یقین داشتن به این که دعا قبول میشود صد فیصد تان ثابت بکنید که الله تعالی دعایتان قبول میکند الله فرموده او دعونی بخانید مرا استجیب لکم من الله قبول میکنم رو صد فیصد ولکن یک شرط داره به شرط که استجیبو لله و لرسول شما هم استجابت بکنید ندای الله و رسولش رو دقت کردید نکته بسیار باریک و مهم است الله دعایتان را قبول می کند خودش گفته ادعونی استجیب لکم دعا کنید من قبول می به شرطی که استجیب لله و لرسولی شما هم استجاب کنید خواست خدا و رسول را یک عمر نافرمانی کردی از خدا و رسول یادید نگشته حال وقتی که محتاج شدی وقتی که پافتاد شدی حال میگی الله بدی تو چرا اجابت نکردی حرف خدا و رسول را و همچنان پنجم حضور قلب در وقت دعا کردن هست وقتی که دعا میکنید از الله چیزی رو میخواهید کاملا با یک حضور قلبی بخواید چرا ان الله لا يقبل دعاء قلب غافل خدا من قبول نمیکند دعای قلب غافل را در زبانت حمد گویا در دلت پیدا سنم ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود در زبانت حمد خدا جاری است در دل چیز دیگری است در زبان تسبیح و در دل سیموزر. این چنین تسبیح کی دارد اثر تو به زبان یک چیز تکرار کرده روان هستی ولیکن در قلب چیز دیگری است هیچ به فکرش نیستی هیچ به فکری نیستی که تو در محضر الله قرار داری در پیشگاه الله تبارک به تعالی نشستی و از الله چیزی رو میخواهید مثل که متاسفانه این مشکلی بسیار از ما شده به ما یک عادت شده حتی در مساجد ما اگر ببینید امام ما چشمایش پیش است اما تو دعا رو خونده روان است یک یا مختدی ها یا دیگه افراد هر کدام از ما دستای ما بلند از طرف خداوند بلکه هوش و فکر و روح و روان ما و پشت مال و پشت کار و پشت قضایای دیگر رو حتی گاه وقتی دعا کنیم گویا با کسی جنگجال داریم کل قضایا رو پیش روی خود تصویر میکشی در حالی که در وقت دعا میکنید با حضور قلب یعنی قلبیت فکر و روح و کاملا متوجه الله تبارک تعالی باشد در او وقت است که دعا قبول میشود این بود یکی دیگر از برنامه های ما که خدمت شما عزیزان تقدیم نمودیم تا برنامه بعدی همه شما را والله پاک و بینیاز میسپارم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته